برو برش خبر خب 13 آماده ای؟ برو. خب قرعه کشی داریم. چه قرعه کشی؟ سب کن آقا چه؟ میدونی چرا آدم ها با ماهی ها دوست نمیشن؟ چون ماهی ها اکثرشون پولکی هن. سلام صد تا سلام، سالار توسی هستم. منم مهداد حقجو هستم. به کارو نزن به میز. به اپیزود به اپیزود 13 همه ونکوور چه خبر؟ خوش آمدید. خیلی خوش اومدین. ممنون که همراهمون هستین. چه از قرعه کشی شروع کنیم؟ میخوام از چیزی که شروع کنم. چون یه قرعه کشی داریم. چه قرعه کشی؟ توپولی. قبل از اون بنیاد نیکوکاری یارا برای حمایت از زنان بی سرپرست تو ایران. این بنیاد توسط یه سری از عزیزان تو ونکوور افتتاح شده. بله. خیلی مورد اطمینان هستن. با ما تماس بگیرن اگه می‌خوان بهشون کمک کنین. ممنون از کمکاتون برای تولد من. دقیقاً از هفته پیش به این ور منم چند تا تلفن و تماس گرفتن که ما چجوری می‌تونیم به این بنیاد کمک کنیم. دست همتون درد نکنه. آقا قرعه کشی چی داریم این هفته؟ قرعه کشی بگم؟ بگو ببینیم. نسپرسو نداریم. نسپرسو نمیگی گیگیریم. ولی به جاش این چیه؟ اپل واچ داریم. این هفته یک برنده خوش شانس اپل واچ میگیره. اپل واچ از دو اسپانسر عزیز دل جدیدمون. چرا میگم عزیز دل؟ ما که کارمون تبلیغاتی شو واقعا عزیز دلن. دو تا برادر عزیز دل، امیر و سامان، که کمپانی اسپاتلس پراپرتی سرویسز رو دارن. پرشر واشینگ، سافت کلینینگ، اکستریر کلینینگ، تمام کارهای خونه ها رو انجام میدن. مثلا چند ماه دیگه هم که داره بهار میاد این فصل و... عالی. از الان برای دوستان ما دیگه برنامه‌ریزی بکنیم. بله. دست اسپانسرامون درد نکنه. آقا بله. ونکوور چه خبر؟ ونکوور چه خبر؟ از کجاش بگم؟ بازی سلاپ پرسپولیس رو دیدی شما دیگه؟ ما در زمین آبی رو گولش نخورین. قرمزت شدیدن شانس آوردین هر کی استقلالیه. من خودم طرفدار هاکی ام. میدونی که این هفته از شما کانادایی هستی. خیلی آره ما کانادایی. آخه ببینید من سال 2011 اومدم اینجا و دقیقاً زمانی که موو کردم تو اوج بهبه و تب هاکی بود که ونکوور رفته بود به اون استنلی کاپ و خب منم هیچ چیزی پیدا نمی‌کردم که جایگزین فوتبال کنم که تو ایران زیاد می‌دیدم. برای همون من طرفدار هاکی شدم. از این هفته تیم ونکوور کاناکس تو دیویژن نورت داره بازی میکنه و از 13 هم شروع میشه. خدا شکر که تفریح و سرگرمی جدید. آقا بی سی اسسمنت ها اومد بیرون. همونجوری که دیدیم ما در شو یور ام بی ریلتور و در شو یور فامیلی ریلتور راجع به صحبت کردیم. بره. خیلی مهمه که بدونین اون عدد بی سی اسسمنتتون مهمه و فقط تا آخر جنوری فرصت دارین که اپیل کنین یا به قول معروف اعتراض بکنین. استیناف بکنید و اینکه بخواید عددشو بالاتر و پایینتر ببرید. نمیخوام خیلی راجع بهش یه ویدیو دارم این هفته درست میکنم در مورد بی سی اسسمنت. این بی سی اسسمنت جولای سال گذشته انجام شده. الان ما تو جنوری هستیم. این تایم خیلی مهمه. برای همون این اختلاف نظرها خیلیش از اونجا میاد. ویدیو این هفته ما ببینین. امیدوارم که به نتایج بهتری برسیم. ما میتونیم کمکتون کنیم برای اپیل یا استیناف یا فرجام خواهی. خب آقا یه خبر جالب میدونین که خیلی شایع راجع به کووید زیاده. من بگیرم جاستینه؟ نه یعنی خیلی هم میگن واکسن مضرات داره، نمیدونم توش جی پی اس وصل میکنن، اینه اونه. میگن با درد وارد بدن میشه چون یک جی پی اسی اینا شایع است. حالا خلاصه آخرین سروی که انجام شده 60% کانادایی اعلام کردن ما برای واکسن آماده ایم. آماده یعنی آقا واکسن بزنیم واکسن رو فهم کنم بعد زد دیگه. حالا آقا این ماجره 88 میلیون اسپیکولیشن تکس چیه؟ خب اسپیکولیشن تکس یک تکسی بود که دولت بریتیش کولومبیا تصویب کرد و این خیلی باعث شد که یه جورایی مارکت رو کرک کنه. کسایی که فقط میان خونه رو بخرن که گرانتر بفروشن و به قول معروف اسپیکولیت کنن، جلو اونا رو گرفت. برای کسایی که چند تا خونه دارن، خونه دوم، سوم، چهارمشون رو می‌خرن، دولت این تکس رو گذاشت و سال گذشته 88 میلیون دلار تونست از این طریق درآمدزایی کنه. رقم خیلی بالایی. رقم خیلی بالایی که همه‌شو داره صرف افوردبل هاوسینگ یا کمک به داستان رنتال ونکوور می‌کنه که از شکایت‌های اصلی که از دولت لیبرال ها یا کانزرویتیو ها که قبلا در اینجا بودن شده بود. درسته. که NDP اومد و روی این فوکس کرد. و یه نکته که 92% این کسایی که 88 میلیون دلار رو دادن کسایی بودن که رزیدنت کانادا هستن و دارن خارج از اینجا زندگی میکنن. یه جورایی به اسم ساتلایت فامیلی معروفن. آخرین خبرم این دیسترکتد درایوینگ. ما چند وقت پیش راجع به این موضوع صحبت کردیم که تکسینگ اند درایوینگ چقدر خطرناکه. یه آقایی که تصادف کرده بود 3 سال محکوم به زندان شد. خواهشاً don't text and drive. خبر جالبی که یه خبری بود که یه آقای اعتراض کرده بود به جریمه که شده بود. ایشون داشت یه پادکستی گوش میکرده، موبایلش هم میذاره تو کاپ هولدر اون وسط ماشین. خب اگه موبایل روی هولدر نذاری، در واقع ماونت نباشه به قول اینجا، یا
جریمه محسوب میشه و جریمه داره. ایشون رفت و اعتراض کرده بود، رفتن دادگاه و نهایتا دادگاه این رأی رو برگردونده بود. ولی الان دارن وکلا صحبت میکنن، یک چند تا متمم داره میاد، کسایی که از دیوایسشون آیفونشون به عنوان لیسنینگ دیوایس در واقع استفاده میکنن، شما پادکست بخواید گوش بدین، رادیو جوان گوش بدین و به موزیک گوش بدین، باید یه رگولیشن خاصی داره که دارن یه متمم آماده میکنن برای دیسترکت. کلا هر جوری که شما دیسترکتد بشین از طریق موبایلتون دیگه به جرم محسوب میشه و میتونن جریمتون کنن. تو یادم میاد جوک ماهی رو بهزاد زاکری عزیز به من فرستاده بود، اکانتنت شخصا خودم از طرف دومانتن کو، بهزاد پورنگ عزیز، اکانتنت ها و آدم های درجه یک. مرسی بهزاد جون. خب آقا راجع به کتاب صحبت میکردیم، بله. یکی از میثاق‌های چهار میثاق این هست که به خودمون نگیریم، چه خوب چه بد. خیلی از شما لطف میکنین، مسیج های محبت‌آمیز رو میزنین، دستتون درد نکنه. بعضی هم لطف بازم میکنن، مسیج هایی میزنن که خیلی محبت‌آمیز نیست، قضاوت داره توش و خیلی شیرین و قشنگ نیست. این کتاب یکی از اصول یا اون چهار میثاقش میگه آقا به خودتون نگیرین، چه خوب چه بد رو. این تو چند تا اپیزود قبلی این کتاب معرفی کردیم، من به سالار گفتم که بیا یه ذره بازش کن، چون این کتاب خیلی مفیدی بود و دوست داشتیم که اینو با شما در میون بذاریم و شیر کنیم. به قول اینجا یا don't take it personally، خوب یا بد رو بشنوین، بهش فکر کنین، خیلی به خودتون از این گوش بگیرین، از این گوش بدید. آقا در زم قورباغه رو من خواهرم دید، فوشو کشید بهم، یعنی تلفن زنگ زد آقا من هنوز فرصت نکردم. قورباغه رو ببینید، قورباغه رو میخوام نبینید شما. خیلی سریال دارک و ناراحت کننده، ولی من کماکان خیلی دوستش دارم. تا یادم نرفته یه پروژه پریسل یا پیشخرید خیلی 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 معقول داریم در نورت ونکوور. ما جزء معدود ریلتوری هستیم که ما تماس گرفتن و خواستن رو اون پروژه کار بکنیم. اگه دنبال پیشخرید هستیم ما تماس بگیریم، بریم سراغ برنده های خوششانس برنده های خوششانس. اتاق فرمان متحرک، اتاق فرمان یه اپل ایربادز بردن و 5 تا کارت وینرز. خب هد فامیل. همه بیش از همه منتظر بخش سولت هم بکنم. بله، بخش برنده طرف شده. هیچی نبرده. خب سلام به همگی، امیدوارم خوب خوش باشین. لیست برنده ها رو داریم واسه تون. خانم ملودی موهب از فیسبوک، آقای رضا بیسی از فیسبوک، خانم آزین. این آقا رضا بیسی هم خیلی دیسپوینتد شده بود یادمه، دیگه داشت گفتش میام دارم خونتون، مجبور شده مبارک رضا ببخشید دیگه. خانم آزین اینتریور از اینستا، خانم حنان صدیقی اینستاگرام، آقای اشکان تی اس اچ از اینستاگرام و نامزدهای اسکار. اسکارم اینجا اسکار بردن. آقای طوفان محمودی از Always، خانوم پریناز دیزاین، آقای آرمان بهروان، خانوم مروانید غنی و آقای عرفان عبدی. اینا نامزدای اسکارن و برنده اسکار این هفته خانوم مروانید غنی. مبارکتون باشه. خیلی ممنون، خداحافظ، مبارکتون باشه. برسونمت. اوبر میگیره. اسکار ما هم بعد بگیره. اسکار ما چی شد این وسط؟ آره. این ماشین حواس ما رو پرت کرد. خیلی ممنون از تمام کامنتاتون، دلگرمی، مسیجاتون و فیدبکاتون. مثل همیشه مثبت باشیم، همدیگر قضاوت نکنیم. با هم مهربون باشیم. این روزای سخت تموم میشه. ایشون سالار طوسی هستن. ایشون هم مهداد حقجو هستن. تا برنامه بعد. خدا نگهدار. خدا حافظ.